هر چقدر که از قیام ایران میگذره پیامدهای اون در درون رژیم بیشتر روشن میشه، به خصوص در جنگ و دعواهای باندهای مختلف. حتی در خیلی از موارد سران رژیم تلاش کردند با عقب نشینی از آثار این پیامدها کم کنند. در گفتگوی امروزمون میخواییم بپردازیم به موضع‌گیری‌های مختلف بر سر این موضوع و همچنین تنگنای اقتصادی که رژیم درش قرار داره که اون رو مجبور کرده که به تعبیری از ترس مرگ و خفگی دست به خودکشی بزنه. از مریم نبوی دعوت کردیم که سوالاتمون رو در این رابطه باهاش مطرح کنیم. با تشکر از حضور شما در برنامه امروز. سلام میکنم به شما، همینطور سلام میکنم به همه مردم و بینندگان عزیزم، به همه قیام آفرینان در سراسر ایران، به همه کسانی که قلبشون برای آزادی میتپه. و خیلی ممنون که من رو به این برنامه دعوت کردین، در خدمت شما هستم. و شما مریم، همونطور که گفتم در خبرهای بسیاری هم در روزنامه ها و هم خبرگزاری های رژیم موضع‌گیری های وابستگان به جناح‌های مختلف رژیم رو درج کردن که تقصیر رو به گردن همدیگه میندازن. حتی در یک مورد در روزنامه آرمان استاد دانشگاهی گفته که این که به این وضعیت هم اعتراض میکنه که از زیر بار مسئولیت که شانه خالی میکنن، به تعبیری میشه قصه کی بود من نبودم رو تداعی میکنه. در این رابطه نظر شما چیه و همینطور موضع‌گیری خود روحانی رو چطور میبینی؟ شما در مورد موضع‌گیری روحانی گفتین، باید بگم که واقعیت اینه که همین آخوند روحانی با وقاحت تمام در اصل میاد میگه که من جمعه خودم متوجه سهمیه بندی بنزین شدم. یعنی جمعه چه روزی؟ همون 24 آبان ماه که شروع قیام سراسری مردم باشه. و بعد میاد میگه که این رو من به وزیر کشور و شورای امنیت سپردم و گفتم که این مصوبه ماست، شما اجرایش کنید. ولی واقعیتش اینه که آخه کسی نیست به این آخوند بگه که خب خودت رئیس شورای امنیت هستی، رئیس جمهور در دست رئیس شورای امنیت هستش و همه امور دستش هستش. و درست بعد از همینم علی لاریجانی رئیس مجلسشون میاد همین حرف رو دقیقا تکذیب میکنه و میگه که این تصمیم با نظر شورای سران قوا درباره قیمت بنزین مشورتی بوده و خود دولت تصمیم نهایی رو گرفته. یعنی جالبش اینجاست که اینا خودشون هم حرفهای همدیگر رو تکذیب میکنن. یعنی در واقع واقعیتش اینه که اینا در یک استیصالی گیر کردن. یعنی چون اینا در واقع انتظار نداشتن که با سهمیه بندی بنزین، با گرون کردن بنزین، در واقع شرایط انفجاری جامعه و خشم مردم فوران بکنه و به نقطه‌ای برسه که اون قیام شکل بگیره. و به همین دلیل هم هست که آتش فشان خشم مردم صورت گرفته. خب گرون کردن بنزین در واقع در برنامه‌ریزی خودشون بوده. یعنی این وزیر کشور آخوند روحانی قبلا هم گفته بود که ما این رو می‌خواستیم اعلام بکنیم، ولی به دلیل اینکه می‌خواستیم شرایطش رو فراهم بکنیم این رو اعلام نکردیم. علتی که میگین شرایطش فراهم نشده یعنی چی؟ در واقع شرایطش رو می‌خواستن به لحاظ امنیتی فراهم بکنن، یعنی گشت‌های سرکوبشون رو بچینن و بیشتر از این بابت می‌خواستن شرایطش رو فراهم کنن، یعنی بتونن سرکوب رو در صورتی که مردم به اعتراض بلندشن بتونن اختناق کنن. بله درست. بله. یعنی در واقع اونها در فهم پتانسیل انفجاری جامعه دچار اشتباه محاسبه شدن. یعنی انتظار این رو نداشتن که در واقع در جامعه یک انفجاری صورت بگیره که در 48 ساعت مراکز سرکوب این رژیم به آتش کشیده بشه و همین هم باعث شده که در جنگ و جدال‌های باندی در درون خود رژیم تبعاتش ریخته بشه و این خیلی هم گسترده هستش. حالا این که میگین تبعاتش در نظام ریخته شده یا بین جنگ و جدال‌های باندی، ماها هست که بین جناح‌های مختلف رژیم این درگیری‌ها وجود داره، جنگ میگیم گرگ‌ها بین جناح‌ها وجود داشته. چرا روی این دست می‌ذارین و انگشت می‌ذارین؟ واقعیت اینه که درست جنگ و جدال‌های باندی وجود داشته قبلا و خیلی هم زیاد بوده، اما واقعیت اینه که الان خیلی ها از خطر براندازی رژیم میگن. یعنی شاید تضادهای درونی رژیم و اختلافات درونی رژیم رو باید دقیقاً بعد از این قیام آبان ماه بررسی کرد، چون عمق و گسترش بیشتری داشته. مثلا همین ری شهری وزیر اطلاعات سابقش گفته که اجرای اصلاح قیمت بنزین به شیوهی که عملی شد بسیار خطرناک بود و با وجود دشمنان متعدد داخلی و خارجی نباید به این شکل اجرا می شد.
در یه جای دیگه هم یک اقتصاددان حکومتی اومده سهمیه بندی بنزین رو، اتفاقا خیلی جالب، اون رو به زدن رگ حیاتی یک بیمار تشبیه کرده که باعث شده خونریزی بیشتری داشته باشه و خونریزی این بیمار رو شدیدتر بکنه. این اقتصاددان حکومتی اتفاقا دست گذاشته روی یک نقطه درست، چرا که بالا رفتن قیمت بنزین در واقع علاج نیست، حتی مسکن هم برای این رژیم نیست، چون رژیم خودشون خوب میدونن و خودشون بهتر میدونن که رژیم در یک خفگی اقتصادی به سر میبره و امکان همچین چیزی، و حتی با در نظر گرفتن عواقب سهمیه بندی بنزین، یعنی حتی این رو در نظر گرفته بودن و پیش بینی کرده بودن که خب خودشون هم به جام زهر ولی فقیه این رو اسم بردن، ولی خب با در نظر گرفتن همچین چیزی میان این جام زهر رو در واقع مصرف میکنن و خب این رو در واقع همین اقتصاددان حکومتی اتفاقا خوب این رو بیان کرده. حالا جالبه که به یه سوتیتر هم از فرهیختگان رژیم رو بهش اشاره بکنیم که نوشته عقل چیز خوبی است حداقل بعضی وقتها. حالا در ادامهش میگه که در حتی سالهای قبل به دلایل سیاسی و انتخاباتی موضوع گرون کردن بنزین رو واردش نمی‌شدن، اما چی شد که یک دفعه در یک اتفاق غریب اینها کارت سوخت حذف شد و ناگهان بنزین گرون شد. خب بعد در ادامهش هم همین جمله اولش رو معنی میکنه و میگه هر فرد نسبتاً عاقلی اگر این تصمیم رو با اوضاع کنونی معیشت، تحریم و همچنین وضعیت منطقه اینا رو جمع بکنه، خب دیگه عاقبت این تصمیم میدونه چیه و تلاش میکنه که با بکارگیری ابزار مختلف اثرات اعتراضی تصمیم رو به حداقل ممکن برسونه. شما به درگیری های باند های مختلف و متهم کردن همدیگه به اینکه تقصیر کی بود که این صحنه رخ داد و چه کسی تصمیم گیری کرد که در چنین زمان بندی سوخت گرون بشه اشاره کردی. من سوالات دیگه هم دارم که ایشالله در برنامه های بعد با شما مطرح خواهیم کرد، مشخصا سر علت گرون شدن بنزین، اون هم در این شرایط. خیلی ممنون از حضورت در این برنامه. بینندگان گرامی، در این نقطه از برنامه قیام ایران با تشکر از همراهی شما